پشت اونجا رو نگاه کن. اوتول رو نگاه کن. اوتول رو نگاه کن. اوتول این هم تهرون، الوعده وفا. گفتم که سالم میرسونم اتون آقا. سلامتی کلام پنجلی. قربون ادبه. حالا گوش بدیم به من. هرچی پول و طلا دارید قایم میکنید، یکی دو تومن بیشتر دم دست نمیذارید، چشتون هم به مال اموالتون باشه. مامورای نواقوگ دروازه‌بونا همه از دم گشت آقا دزدن. مگه حق العبور چقدر میشه؟ واسه گاریو دلی جان پنج رو، برای هر لنگه بار یه عباسی. اما بیشرفا تا یکی دو تومن نگیرم ولتون نمیکنم. اینا حکام مطلق الانان دروازن، یعنی رو قوز بیفتن لجاجت میکنن. اون وقت خر بیا رو باقالی بار کن. به بهانه تفتیش با سیخ و سرنیزه میفتن به جون اموالتون. نطقم بزنی یا من تریاکی بی باندرول یا بنگ و پارچه و کوفت و زهرمال میریزن تو اموالتون، خلاصه حبس و گرفتاری. اینه که مطیع و سربرا باشیم بهتره. با یک دو تومانی سرتای قضیه هم میاد. والله اینا دیگه یک بار بگو کنها دوز و راهزنم و سلام. وظیفه نوکر گفتنه. این یارو آدم فروشه داره میاد، نگاش نکن آقا. حسن بعد جوری چشش پیه توه. من باید یه طوری طور سباید درواز رایت کنم. شما هم خودتو لالوی جمعیت قایم کن. پنجلی جونه با آقای سای ما رو نبرن. بعد به دلت رو نیار آبجی، ایشالله از دروازه ردش میکنن. آخو جون در این دیار ما غریبیم، او یک بوره غریبتر نشیم. به امام غریب هرچی از دستم بر بیاد کوتاهی نمی کنم خواهر، فقط دعا کن. زومینی آخو نادر بیژن زیاد دور نشینا. من به سر گربه پرتغاله. شما هم اینجا تو خندق به پلک آفتاب که پرید میام سراغ. یعنی آفتاب که به پره مامورای نواقلی عکس مکساشون رو جمع میکنن و میرن پی کارشون. اون موقع دیگه کسی نمیدونه آقا اسلام کیه و چی و چی کار است و قیمت سرش چنده. خلاصه راحت تر میشه معامله. برو خیر پیش برو. تا دیدار. سب کن ببینم، وایسی ببینم تو خرابش میکنی؟ تو مرکه ما رو میرزه به هم؟ میگه چی شد سلامت کپه؟ من چجور سلام میکنم؟ بلد نیستی؟ بچه یه سلام خوشگل به این مبارک بدید یاد بگید. یاد گرفت. آفری خیلی خوب بارم میرزه کنم. تو هم سلام کن ببینم. مبارک خواهد. بگو بینم اینجا کجا؟ نه بابا جون پهلوان. پهلوان بابا جون شیرین بنده شما یه نفر پهلوان خان. آقا پهلوان بگو بینم اینجا کجا؟ نه بابا جون نمیدونم اینجا کجا. برو بریم.
اورک بیشتر نیشتر به دلم نزن بابا چون فقط بگو چرا آمی عابد همگی انگوش بوده همیونم بابا آخه آخه دیگه بلدی بگو دیگه بابا جون چون که غم دارم او میگه از بی‌عدالتی حیرونه آقا بزن بر طبل بیاری که اونم عالمی داره آی بودو 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 نصیب شمال اینجا رو ترونش میگن اینجا که ما نشستیم دروازه شمرونش میگن زکی بتره کی بی حیات چرا میپری بس طرف بزرگتر پا اینجا اگه دروازه شمرون کجاست آقا دروازه قزوین و شمرون شما کار نداریم کار شاعر شما بهتر بلد شما بیا بخو آره دیگه کی را صداش کنی؟ آجارو که سوپر باشی اوکی به به جان شیرین بنده آقا جونم بگو بینم اینجا کجا بله برو بری کجا میاین مسافرین اینجا رو تیرونش میگن که ما نشستیم درواز غزبینش میگم خنده میخوام خروس قندی عزیز قصد نداری برو تا مشک تو پاره نکردم تو غلط میکنی بیا تو بردار مجانی سم که بهش نزدم بابا جون شیرینه بیا بخور بیا دست اگه بیدین میخوای گردنتو خورد کنم قربون پنجات پنجلی من کاسبم کاری نکردم دفعه دیگه به بچه های مردم دست دادی این بز سرتون میبارم را بیفتیم بچه ها اگه نبینین اینجا پر گرگه را بیفت دست درد نکنه پنجلی باری کلا دست درد نکنه آم پنجلی اما خوب زدی شو
مگه من به شما دوتا نگفتم از فک فامیلتون دور نشین ها؟ آقا تو رو خیر انبات نذار اینا ازت دور شن. بابا اینجا پر گرگ آدم هر جاییه نگاه. بریم بالا ببینم. بودو خودمو. آقا احسان چی شد؟ جاش هم نه. ان شاء الله دروازه ردش میکنه. ان شاء الله. امید خدا. آدم فروشه. لقمه هر اون ولکن نیست. بسم الله. انشالله که خیر آقا. همین دور برنامش تو با هم بودم همین جفت چشای خودم دیدم وضع ما یکیه شدم دراز این رفیقمو میگه ماشالله وضعتون خوبه شکر خدا یه لقمه نونی داریم و سفرمونم بازه از کجا میای؟ از قزوین پنجلی تهرون برام کار جسته بچه زرنگیه نوکر سرکار فرمون بده تا بمیریم ای مار بزن اون زبونه تو پنجلی قاچاق ماشاق که ندارین غیر خودمون که قاچاقیم پاک پاک دو قرونم که گیرون بیاد یک قرونش دستلاف رفقاست این قرشمال میگه تورا با جنگلی ها دم خور بودین جنگلی خلاف به عرضتون رسونده مثل که تو هرون نمیری ها آقا جنگلی جاش تو جنگله اسمش روشو دیگه باید که میدونی سرنون دعوای پارسال از تر و ریخت ما خوشش نمیاد با اون بلند قده تورا دور آتیش نشسته بودن چخه ای آقا یه شله درمونده بود ما دلمون سوخت یه پیاله چایی بهش دادیم ورقه ی عبور حرف کز زده باشی دونه دونه اون سیبیلاتو میکنم پدر سگ بابا دست خوش شما تالا از ما حرف کز شنفتی؟ اونم بابت یه همچین جواهری فقط باز حواسمون جمع باشه که در نره پس چشاتو واکن جونتو نجات بده نگرونی آقای سومان کچو رفته بوشه بابا این مسلمان به پیر به پیغمبر قاشقی در کار نیست فرون نکنید سرنیزه را الهی قربون شکلت برم این بار شیشت بگو فرون نکنن این سرنیزه را ای بهت میگم لجاجت سر بیچی نکن بگو چش چش میموری از اول دستلافت میرسید خسیس بابا خوش آمد جون هرچی مرقه الحق که سر قبالی بابا سلام روش شیرین حرف نزن بگو ببینم چی داری پول چایی و دستلاف و گردن نازک قیتونی قصد یه بازم بگم به به عجب مرغابیه پیشکش باور میکنی من تو عمرم گوشت مرغابی نخوردم ندیدم گناه دارد آخ جون بچه هم خودش پروریده است خوف نکن خواهر یه دختر دارم هم قده بالا اینه خدا از برادری کمت نکنه خب پنجلی چیکار کنی؟ هیچی آقا هست و نیست از اقوامم بنده خدا به هوای کار رای ترون شده اینم مرغابی دختر گله به
برید به امان خدا. بذارید برن. پاک باکن. خیلی برو بالا. بچه‌ها خوشن. نادر. بیژن. بیژن. کجان بچه‌ها؟ همین چشمای خودم دیدم. باید همین دوره برا باشه. میخوانم و حسابو بگیرم. خجوز اگه بگیرمش یه دو تومنی پیش من داری. بگیرش با ترنن میگیر. اون طرف پنجلی بچه ها پیداشون نیست. دل نگرم نباشم پیداشون میکنم. بچور ریه بسایده بچور راه میفتن آقا. همون رحمت راه بیو بیشن بچور نادر بسه کن نشن. ناش فایده نداره آقا جون. بازم اگه شما بیرون باشین میشه یکی رو دید و یه چیزی داد و خلاصش کرد. پنجلی جونه ایسای ما را کجا میبرد؟ گمونم دوستا خونه جنب تکیه دولت. میرزا حسن یه کاری بکن. پنجلی تو رو خدا هر کاری از دستت برمیاد بکن. دارو ندارم و میدم. آقا الان که نمیشه کاری کرد. باز ببینم دمدمای صبح اون موقع شاید بشه یه کسی دید و آقا دارم میارمش. اصلا ساخته نیست آقا جون. این جنگ پوله. اینجا رو ترمش میگن آقا جون. هر کی خیلی زرنگ باشه بتونه کلا خودش رو بگیره. بعد وفا حق تو بابا. بابا تو یه همچین جواهری کمه جونه تو. اینم بگی بس دیگه. برکت. شما برین خونه من کله صبح خبرش براتون میارم. با
امبر احمد چشت به این بچه ها باشه، من الان بر میگردم. کجا؟ آدم به درد نخوری بود.
حسن یا ظلمده بزن نکی دوسته چی گفت نگه برو کنن 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 حاج قاسم کجایی؟ حاج قاسم بچه ها سلام چه کردن دیگه؟ بچه ها سلام چه کردن دیگه؟ چه خبر؟ سوالمی کردم دارالله بچه ها چه خبر؟ بچه ها اونجا اون برو جهتون ها اون بیژنه الهی قربونشون برم بزن بریم بزن بریم به جون عزیزه در وقتی خبرهای بد و خطه شما رو شنفتم دلم وسط این سیر و سرکه میجوشید خدا رو سر ازام مرتبه شو که سالم بیژنه ها ماشاءالله یعنی شده باز کنه بیژن جون با حاج قاسم سلام کن به 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 خوش اومدی همون جون دوچرخه دوست داری همون بردی بهت یاد میدم ماشاءالله هزار الله اکبر سلام آبجی قدر رو چش فقرا گذاشتین خیلی خوش اومدین شرمنده مزاحمتون شدیم اختیار دارین قدم رو چش ما گذاشتی آبجی خیلی خوش اومدی خیلی حاج قاسم که میگفتم ایشونه ای بابا حالا ای حاجی حاجی میگی آبجی ها خیال میکنن ما راستی راستی رفتیم سفر مکه نه به علی تا قوم هم با قرض و قوله رفتیم آبجی حالا رو اصل این که چی عید قربون به دنیا اومدی بابا اسممون رو گذاشت حاجی نرم قاسم صدامون کرد روی این اسم مفتی مفتکی شدیم حاج قاسم ببینم فقط خسته این یا خبری شده اینجا حاجی بیا راستش با یکی از رفقان بودم آقا حسان میشناسیش خب هیچی گرفتنش هنگ سگ بسته با ایرادی کجا؟ دم دروازه قزوین خب حالا یک کسی رو فرستادیم تحتوی قضیه رو در بیاریم آدرس شمارم داریم پنجلی گفت میشناسیش پسر قابلیه تحتوی قضیه رو در میاره خیلی خوب بریم سوار شین فردا صبح میریم پیش میبرنش تو ساخونه یعنی هرچی سیاسیه اونجا حبسشون میکنن تعداد ما خیلی زیاده بهتره یه مهمونخونه یه چیزی گیر بیاریم ای بابا تو هم که بابا هنون احمده تهرون میخوای از چنگ ما دری آی پسر جون بیا ببینم بله استاد مرغا مسما که نمیخوایم براتون بار بذاریم چشمی هم بزنی زن ما اشکنه رو پخته بیا آقا جون این دو چرخه رو برده ببر خونه مواظب باش شور ازت نگیرن چراغ مرغا رو خاموش کنین در پیکرم ببندین جای آتیش نگیره بریم آقا او ما عیالواریم و دو خونه بار مزاحمت میشیم بالا نه حرفا چیه قدمت به چشمون حسنی جون حسنی بیا با من بجون زود باش باید جمع کنیم بریم بودو حسنی جون حسنی این چیه؟ این قمس حسو جنده چیه حسو؟ چغندره چغندره حسو چغندره حسنی جون حسنی این چیه؟ این چغندر اوستو درنده چیه اوستو؟ قمص قمص اوستو قمص حسنی جون حسنی بخونم دیگه یا با یام شاید بهتر باشه فردا صبح خدمت آقای مدرس برسیم یه دستخط ازش بگیریم ای بابا کجای کاری این روزا دستخط مدرس رو نشون قزاقابدی انداختنش تو چای به راها سرد و سپه یه جورایی باش خوب نیست یه جورایی اوضاع شتر گاو پلنگ من که یخ کردم زمستونه دیگه همون رحمت خب دیگه نه اصلا دیگه نمیتونم برم اصلا یعنی از وقتی شاه رفته یه جورایی مشیر و دوله رو چلونده حالا یعنی اون وزیرالوزراستا
همون ناکس یا زالاشتی نمیذاره جام بخوره. هر روز خدای قشقرری به پا میکنه، بی اذن و اجازه روزنامه طوفان و حیات جاوید توقیف کرده. از اون طرفم فرخی یزدی چند تا بنده خدای دیگه مدیر روزنامه جات رفتن تو سفارت روس متحسن شده. خب تکلیف مدرس هم این وسط روشنه دیگه. حالا اسمشو بیار یا دستخطشو نشونه غذا بدی. خدای نخواسته خدای نخواسته آقا اسام رفته ته چای وید و بیدا. چاره چیه؟ یعنی دست رو دست بذاریم بذاریم اون بند خدا تو زندون بپوسه؟ ده نده چند وقت دیگه بناس آستسن رزاز تو باغ مصدق و سلطنه با یه پهلوان هندی کشتی بگیم. میشناسی چی بگیم؟ نه کیو؟ آستسن رزاز دیگه باست بشناسم؟ ای بابا همون آستسن شجاعت شماست دیگه. منتهای مراتب اینجا آستسن رزاز صداش میکنن. همون که سرونه مشروط خواهی تو سلطنت آباد زندونش کردن؟ باری کلا خودشه. اون بند خدا با این سن و سال هنوز کشتی میگیره؟ نه این که بخواه مجبوره. این پهلوان هندی اومده تهرون اسمش چیزیه مثل سید تاتونارایا یا همچی چیزایی. هر اونا جمع شدن رفتن دم خونه آستسن گفتن هر جوری شده با آسگاهش کشتی میگن. میگن یارو خیلی اسمی هیچکی میدون دارش نیست. 13-14 تا مدال و نشون از 13-14 تا مملکت گرفته و خیلی کارش درسته. هیچی دیگه آستسن هم گفته چشم خب جمال. اصل قضیه اینه که سردار صفه میبینش با مصدق و سلطنه خوبه، یعنی چون باسواده دوست داره باش بپره. اینه که رو میندازیم به های سدرسن رزاز که به واسطه مصدق و سلطنه یه نومه چیزی از رضا خان بگیره شاید کارساز باشه. امون رحمت رسیدیم میگرده قربون رو دسته رسیدیم. یا علی بفرمی خسته نباشه امونم. یا الله بفرمین بزنیم الان کمک کنم بیوش بده من برو بلا بده خود خوردنی زارم بده من ببرم بده من بابا دست در چطور رفی؟ چیه؟ مهمونه حاج قاسمی؟ زبون نداره مگه؟ خیلی هم زبون داره. دیدی؟ حالا معلومه دارم آبا زن جماعت حرف نمیزنی. اسمت چیه؟ بیژن. بچه کجایی؟ نه تو چه؟ همش با من دعوا داری؟ آره دعوا دارم. اصلا اسم خودت چیه؟ همه حالا معلومه دارم اسم ما حسن آقا حسینی قشنگه است. آه اصلاً هم قشنگ نیستی. مرد که نباز قشنگ باشه، اسمم قشنگه. دخترم هم پیک کارشون چی هست آقا؟ گرد و خاک کردی؟ میخواست بچه ها رو بزنه چاخان نکن دیگه. نه بابا حسن آقا حسینی قشنگه مثل بچه خودمه. بیا حسن آقا جون بیا یه خوله کمک کن یه چند تا متکام تا برده بیا تو نوکر آج قاسم. بیبری مواظب باش یا الله بفرمین آخه تو وضعت خوب شده حاج قاسم. راستیاتش اجاره است، البته فقط یه گوشش ملکه. یکی از این قجراش که از ترس رضا خان در رفته فرنگ. سه تا اتاق داره برای سه تا خانواده. قدمتون هم رو چشم. سلام خب بخانم میدم مهمونات بفرمید. سلام سلام گلسه جون
خوش اومدی عزیزم، بفرمایید آقا. ایشالله وقتی وضعمون رو برای شد خونه ما همین پشته، یه جاجوی پیدا میکنم از این پایین را داره، هم از اون بالا ایشالله، من بیشتر از اون بالا میرم. شهر باره شما بیشی بلتی سوت بزنی؟ آره بابا اونجوری نه، دستاتو این رختی کن، سوانش هم اینجور. این وقت شب اینجا چه میکنی حسن آقا؟ بیا بالا برات دلمه بلگمو پختم. اومدم ننه. بیا فرش بیا قربونه. هوا پس ما رفتیم تو کردم ننه اومدم. ننه مغزه گردو توش ریختی؟ آره قربونت برم. آره در بلگش که توش نیم نه فقط شیرینه شیرینه قربونت برم نیفتی ننه. مابازا بیا فرش بیا قربونه. من میدونم با تو نه سر آقا نزن ننه الهی که خوره به تونه نیفت من از درستو چی دار کنم ماهیه را. آره سرد محلقا سرما میخوری دردت بجونم. هوا سنگین است نفسم تنگ شد هرچی کردم به چشمایم خواب نیامد. محلقا تو که سخت‌تر از من بودی. دلم پر از زخم است ناتوان شدم مثل کودک دیگر تو توان ندارم. قرص باش این روزا میگذره باز میاد کنارت. به هیسوم روزها سخت و اوهیسته میگذرن توان و تعمل ندارم. این بار دلم سخت شکسته است گفتم یارم باش کنارم باش بیا برگردیم به وطن. با گوشش نرفت حالا نمیدونم دردم رو با کی تقسیم کنم با لیلی جونم چی کنم نمیدونم. لیلی هم مثل من مثل خودت زنه قرص و محکم سختی و سکوت زود عادت میکنه. نمیخوام که عادت کند اون سوگ است کودک است محبت میخواهد پدر میخواهد. نمیخوام که مثل خودم در این خاموشی و تحمل از یاد بیروم. نمیخوام. مگه چاره دیگه هم داری؟ نمیدونم نمیدونم حالا در زندان با تنی زخمینی این تنها کسی من چی میکنم. نمیدونم مشت و لگت معنی امنیت چیست؟ روی نکن بچه باز میان میزنن تو. با نفیه بلد ناجی امنیت چیست؟
با زور مرا بگو که امنیت هست. این نارز من شنو که امنیت نیست. منکر بشی میدم زیر شلاق بکشنت. هرچی گفتانه به جزده موره کن و زیری سنگوش بزن، شاید دلش بره. بیا به نال پدر سوخته، به نال تنه گفتم به نزنه تو چاه ویل. چه نفتی؟ به نال من چی گویم؟ مرا دستگیر کردید، کافی نیست. هم دستات کجان؟ کدام هم دست؟ گردن کلوفتی میکنی؟ سک پدر مغور نمیاد. بچه خوب را بیا. بفرمونیم گربا مغورش بیار. اتحاد اسم هم دستات رو بگو. هم دستی ندارم، تاجیک هستم، دنبال کار راهی تهران شدم. خر خودتی پدر سگ جنگلی دنبال کار میگرده؟ خودت را ماندنی کنی، زندگی من برای سودی بیشتری دارد. نه خیر، این پدرتون به تونی ما رو خر فرض کرده. خلاف به عرض رساندن بگویم به عشق دیدار شما اومدم، راضی میشهید؟ میخوای بگی کسی چی دروغ میگه؟ نه خیر، این از رو نمیره. اون روغنداغ رو بیارید. مغرش بیار.
برو بگو بیاد توپ دست سوخته رو. کافیه دیگه، ببریدش. چی تو دلت که از درد فریاد نمی کنی؟ نادر بیا قربون پسر، بیا عمو جون، بیا این شیرا رو با کن باری کرد. یه هایی با نکنی ها، چیکه چیکه، چون اگه یه هایی با کنی لوله میتری که آروم. آها سب کن سب کن سب کن سب کن سب کن امو جون، تو رو به نظر میتری که آها نه الان یخ ها با میشه. آره خوبه. آها حالا آروم تو رو ببزن نادر جون، آروم تو رو ببزن بزن بزن آروم 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 آروم. خیلی خوب. جوان نکنید، جوان نکنید. ای بابا نکنم. حاج قاسم اون سماوره بده من چای رو دمش کنم. یه خانم بچه ها زود باشید بیان چاشت بخوریم، عدسی یخ کنه دهن میفته. اونو بس نکن. ای بابا دعوان نکنید، دعوان نکنید. خب راست میگه دیگه، جغل بذار به کارش برسه. خب به تو چه؟ خب بلد نیستی نزن دیگه بچه، مگه زوره؟ نه خیلی، خیلی هم بلده. نگاه کن برو بر کل بانه به کار بچه ها نیست. نکنید این کارو. شما چی میکنی؟ خب من بخواهم بزنم. دیره نمیزنن که اینجوری ماش کن، بزن تو آبگاش دیگه بلند نشه. ده ده حسن آقا باری کلا، تو که قرار بود بچه خوبی بشی. ای بابا نکن نکن. خب بچه بلد چیه سرست بزنه، باز یاد بگیره دیگه. نه آخه زنی مرده کله سر رو بوم چی کار میکنی آخه؟ ای بابا نزنش، نه حسن بچه که با زدن درست نمیشه. امونم و بریده حاج قاسم، صبح بیدارش کردم نماز بخونه، یه ساعت بعد کله پشت بون پیداش کرد. من میدونم با تو الهی خدا زنیم این اشکالی بچه ها اینجوری معاملمون نمیشه. بودایین بودایین به این چاشتون رو بخورین، من الان میام. کیه؟ منم پنجلی. اولین کار اینی که بچه ها رو برفرسی مدرسه، مدیرش رفیق حاج قاسم. اول ما باید خونه اجاره کنیم که بخون. خونه؟ خونه به این خوبی؟ حاج قاسم که گفت صاحبش در رفته رفته فرنگ، از خداش برفوشه. یا الله یا الله. بفرمایید 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 بفرمایید. دست شما درد نکنید، دست شما درد نکنید آبجی، دست شما درد نکنید. دست درد نکنه. شکست شما درد نکنه. موشی جان بسم الله. از آقای سام چه خبر؟ بردنش دوستا خونه. پنجلی تا اونجا زاغشون رو چوب زده و پیشون رفته. اجالتا سیویل فراشپاشی و میرقزم هم چرب کرد. خب پنج قرون دادم رفتم داخل، قسم آیه که نزننش تا صبح.
علی حال اگه روزی 2 تومن بدیم نمیزننش. والا رو قول قرار این بیکس و کارا نمیشه حساب کرد. حالا ببینیم خدا چی میخواد. اگه مفتش بیاد و اینا که دیگه هیچی. اینه که تا دوستیش نکردن باید یکی رو دید و یه چیزی داد و خلاصش کرد. مهلا اینا خیلی کارش سخت میشه بعدن. دستم خالیه. یه آب و ملکی دارم، بنچاق، سند زمین قبول میکنن؟ والا به هاست رفت و اومد و نشست و چونه و زور و التماس تا کار به سرانجام برسه. سیرمونی نرن، بفهمن چپتون پره بدتر در بدتره. حاج قاسم زبونشونو بهتر میفهمه. آشنایی کسی رو داری؟ آی سید حسن رساس. بسم الله الرحمن الرحیم. زبانی که روان زیر سنگ. یه خود حوصله کنی، بعد اینکه پهلمون قمیان سنگ گرفت بناست پهلمون محمد کپ باده بزنه. بگو خوب اون وقت پهلمون محمد صادق میگه که با سید حسن رزاز گپ بزنه. بگو خوب به جمالت دیگه. خب کار تمومه، همونجاست که باید بری خفتشو بگیری و خلاص. بگو خوب حالا یزدان پاک دونیز خدای ابراهیم سرور کائنات ای چار ساد بی چارگا دهنده و بخشنده جمال کمال صاحب از زمان سلبا. Thank you.
عشق تو گویم که تو پاکی خدایی. نروم جز به همان ره که تو هم را نمایی. تو جوییم همه از فضل تو پوییم، همه توحید تو گوییم که به توحید سزاییم. ساده سلام حسن نوکرت. خب ترک ما کردی خوشمرام. زورخونه جای پهلوونه نما. از قدیم گفتن حیف آب که پای درخت خشکیده بیرون. ما هم که چوب خشکیده و نیسوخته این پهلو پیر تو زورخونه پا نظره سخفش میریزه. پهلوونی به مرامه نبذور راستیاتش سرونه همین مرامت خاره را شد. گوش به فرمونیم عیار. پایی مظلوم تو کنده و زنجیره و زن و بچهش بگو. سرونه چی؟ یار میرزا بود همین. چیزی به عقلت میرسه؟ گفتم از واسستن رزاز بخوای یه دست نوشته از مصدق و سلطنه بگیره بلکه زن و بچهش بتونن ببیننش تا بعد. میچشم ببینم زن و بچهش به پول و پله چیزی احتیاج ندارن؟ نه هم قطعاتش هست. با خودت آوردیش؟ آره اونا هاش اونجا بسید. یا زنی یک قدم اشخاص جونه کنم شادیم. یارو نرگوله کی بود با شرف میزن؟ حاله بون من صادقه برو فروش فکرم سید حسن رزازه. اونم قده کلم یاروه؟ نه پیرتر و قد بلندتر پیش کسفتی. چه وحشتناک. اون وقت میگن راستم افسانه است. میگم اگه ایشته بدین این رفیق همو بیارم چاپ کنم. از کرده نا به جا ماشالله ماشالله بگواری کلا بگواری کلا برش حرف نره. اون خراب شده هم دیوریش داره ضرر میده. چه برسه بخوام یه نوخار اضافه بیارم از به هم کار گیتی توان. خیلی خوب اینقدر سگرماتو تو هم نکن بایی من اصلا نمیشه خوردش. بگو بیاد بر دست خودم بانگاه تجاری کار. این کار ازش ساخته نیست. یعنی یه جارو پارو چه میدونم چای دم کردن ازش بر نمیاد؟ بابا رضا ولی خان نوکرتم اوستاکار چاپخونه است رو دست نداره با سواد ترین یکی میشناسمش.
کلی ملک و املاک داره بنده خدا. پس چی اومده شاگردی کنه؟ چرخ و فلاکه دیگه، روزی هزار چرخ میخوره. میگم خریدارم ها. چی رو؟ وا ملک و املاکشه دیگه. طرف های فومنه. فومن؟ فومن کجاست؟ گیلا خودشون نمیتونه به راه بشون. نکنه از این یاغی ماغی فراری هست ها؟ ای بابا تو یاغی کدومه؟ گرفتاری داره دیگه بنده خود. خیلی خب بذار ببینم طالب ملکای اونجا کیا هستن، یه سلام مشورتی کنم بهت خبر. یله هندوستان دارای 13 نشان از 13 مملکت جهان، به خاک مالانده 17 پهلوان دوران، کاکو هندی پهلوان هندوستان. اما این سو پیر دوران پهلوان پهلوانان، یار زحمتکشان و مظلومان، خار چشم زورگویان، خاکبوس شیر مردان، عاشق شاه شهیدان، اولاد خاتم الانبیا محمد مصطفی. سید حسن رزاز معروف به شجاعت که نامش بدتر حریفان لرزه می افکند. گر بر سر نفس خود امیری مردی، ور بر دگری خرد نگیری مردی، مردی نبود فتاده را پای زدن. گر دست فتاده را بگیری مردی، در مرکه ها درنگ می باید کرد، بر جگر نهنگ می باید کرد، پوشن یلام و زرق به پیکار اینجا، جایی که برهنه جنگ می باید کرد. برقرار بشه بعد. برقرار بشه پله. سرفراز کردی مرا. نمه یادت هست. های مصدر سلطنه یک عرضی داشتیم. یک نامه میخواستیم برای یک بنده خدایی که گرفتاری داره. چشم، با کمال میل انجام. خدا رو شکر که نومه مصدق و سلطنه کاری افتاد، اما همیشه به این اقوال نیست. هر چند ماهی دولت عوض میشه. باز حضم شده بیاریمش بیرون. مادم بخواهم میشه. بیا بی تو بده، بیا تو بده، بیا تو. بله نخیال کنی نومه و عریضه و این حرفا کاریه ها، نه خاطر خودت عزیزه. آمخلصم سه ماه چیره اون عواجب ما رو نایدم.
از کجا بیاریم بخوره؟ به سر سرکار جون این جفت سیبیلات قسم دستشون به دو گنده است، منتها جیبشون خالیه. اهل معاملن بیچارا، یه خود حوصله کن، ما ایتی لهم میرسه بعد میگم. آش خسته نه والا، ما که تارا غیر باید اشتا یه دقیقه جوهشون معلوم میاد. میارنش همینجا؟ نه بابا، اینا اقبالشون بلند بوده و کیسهشون پر پول. به اونجا شم میرسه ایشالله سفر بعد. گل گفتی از خواست. کی گفت فرنگی ها رو ببری خونه عزیز کاشی؟ اتاقای همایونی خودشون گفته، سی شایی هم منم داده. یعنی مقامات قروم پیتر سک بگم روغن داغ بریز حلقت؟ هر کاری کنید حقشه، اما خب فرمانبرتون رو از دست میدید آقا. به خاطر شما میگم راهیش کنم. برم دنبال من بیان. شما برین اونجا هم باش با ایشون اختلاط کنید. حالا هم در نجدید چون ملم هم کرده دیگه کربلای نجدید نالدی پس چی میگی نمیشتبم نالدی خود برسه خسید آبا نداره 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 خب الله رو مزده به سر ببین که بردن من بودم رخ رخ نه چی کار کنم الان خردی نداره خسید آره آه. او مالا رو بزنی به ساعت من چه فهلری هستی منو بردن برا برای یه بره شده بگو میرزا اشتباه کرد و خیال همه رو راحت کن چه زندگیه برای تایفه درست کردی بشه 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 حالا به خود نگاه کردی میرزا چه بد 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 چه نمیخوای خب نگاهت میکنم مثل شد دارای تو بالا رو میزنیم ساعت من بود که فهل رسیم منو بودم برا دستیم نده بیم برسندن برا از یکی یه خونی حضور برم بگه بلکه منو برم کنم من آقا چرا خیلی؟ من آقا اونه هاش نمیشه دیگه خب نمیشه راستی آقا جون منم گریه کردم بریم اما جون بریم اما محلقا بیمیره برای تو دیر
دیوونه. راستا ایست مایا چوت مایا دوشی کت مایا کای ورزوم میری کای گولوم میری باشه کستو حضرت عباسی و بچه تهرونی و لب به مطلب قریب برای تنها داشتن و داشتن مطلبی نمون جون این سیبیلات علکی زدن و بخت برگشته بیچاره رو گرفتن و بردن اینجا فرقی نمی کنه هر کسی پاش برسه اینجا گناهکاره عریضه و دست نمیشه و این حرفا یعنی کشک میتونی این سرکی سر شور کنی نمیتونی حق میشه بگیر اینو خلاص حالا ما یک کاری و بچه محلی و اینا چقدی باس بدی نشونی تو بده میام بهت میگم دولت جیر مواجب ما رو نهره بده چه برسته به محبوسین یا دیدی کفگیرشون خورد به تای دیگ و گفت همه رو بریزین تو چای بگ سردار سپرم که میشتیس اهل مزا و این حرفا نی پاش به تخت رئیس الوزرای برسه که میرسه کارتون با کرامات الکاتبینه شیر فهم شد جایی زایر علی دلتو بریز عجوری رفتی تو بحر پیچه همین دوله یاد زنم رو زنده میکنه گل یاس خیلی دوست داشت سوسنگرد و گل یاس عشایر خوزستان از عطر گل یاس خوششون بیاد حلال خصوص زن من از قبیله بنی طرف خونه یک کوچیکمونو پر کرده بود از گل یاس انشالله خدا رحمتش کنه تابستونا سفره رو پهن میکرد تو حیات بوی گل یاس آدم رو گیز میکرد حکم جهاد رو که دادن انگلیسا به تلافی شکستی که خورده بودن سه روز سوسنگرد رو به توب بستن وقتی که از جنگ برگشتم همه چی سوخته بود عالم گم بچم بنویس همه درا برون بسته است بنویس راه به جایی ندارم نه در بازی نه سرپناهی بنویس زن برادر همه جلو پراسم ریخته تو کوچه بنویس هر جا میرم دنبال کار همه به هم نظر دارم بنویس حسن از گشنگی پوست و استخون شده شکمش چسبیده به پشتش کچلی گرفته تو هیچ حمومی رامون نمیدن آخه بی غیرت گفتی میری روسیه برامون پول میفرستی پس که
کلا، آفرین، چه خط قشنگی. حاج قاسم چیزی در این مورد نگفته بود. مرحمت میفرمایین. نه جون شازده جونم، راست میگم خیلی قشنگ مینویسی. شما حسابداری هم بلدی؟ ای کم و بیش. کمتر یا بیشتر؟ مبارک میرسن، پارچه‌بایی که میخواستی رسید. دست درد نکنه، بذارش اون بغل. چشم. بفهمی خواهر. دست شما درد نکنه. این همه پارچه میخوای چیکار؟ منزل قبا و عبا میدوزن. منم میارم دکون بازار برای فروش. خب بیارش دم بنگاه تجاری خودمون بفروشیمش. باش اصلا یه توکه پا بریم بنگاه تجاری هم یاد. پاشو. یه عریضه دیگه هم دارم. شما بفرمایید من خدمت میرسم. پاشو عزیزم، پاشو. پاشو بریم. میز عبدالله چشت به این بساط ما باشه. چشم بفرمایید. من یه توکه پا میرم برمیگردم. بفرمایید. آخه اینم شد کار. صبح تا شب بشینی یه سری جنز بوره کور کچل و ترخونگی بریزی رو کاغذ. راستش من به یه حسابدار خیلی خوب نیاز داشتم. کی از تو بهتر؟ الان خصوص که حاج قاسم سفارش تو به من کرده. حالا میل خودته، ولی بهتر اینه که بیای با من کار کنی.